با سلام و درود بینندگان عزیز، وقت شما بخیر باشد. اسکات ریتر امریکایی گفته است که جنگ ناتو با روسیه خوردن قرص سیانور است، یعنی خود میکشد. پوتین در صدد اقتصادی کردن ماشین جنگ ساله. وقتی که در یک کشور اقتصاد جنگی به وجود می آید، این معنایش است که هرگز تا یک تاریخ نامعلوم جنگی که او کشور آغاز کرده و آغاز میکنه دیگه تاریخ معین نداره که تا چه وقت ادامه پیدا کنه. یک آوردن یک اقتصاددان در سمت وزارت دفاع روسیه بسیار بحث برانگیز شده. خب حال پژواک وهم‌آور جنگ ها در هر جا شنیده میشه، از البته از ویتنام تا افغانستان، از افغانستان و اوکراین بعد اسرائیل خوب پیچانده در خود. در اینجا پیروزی روسیه قرار روایت افسر سابق اطلاعاتی امریکا اسکات ریتر، پیروزی روسیه اینجا قطعی است. ورود ناتو به اوکراین فقط یک معنا داره، اینا قرص سیانور را میبلن و کار تمام میشه. این تحلیلی از جنگ اوکراین ارائه داده که پیش بینی شکست ناتو با وسیله آدم شرح داده شده. اما در باره پایان جنگ چی میگه؟ اسکات ریتر میگه که اوکراینی ها ناگزیر هستند نیروهای خود از دیگه جبهات جنگ بیرون بکنن. آله چرا جنگ چندین جبهه یکی شده مشتعل از جنگ، نیروهای خود از دیگه جبهات ببرن به خطوط جنگ جدید که مثلا ذخیره خود تمام کرده، انبارا رو زدن، مهمات نیست، لوجستیک نیست، از دیگه جبهات بگیرن به اینجا بیارن انتقال بدن، جبران بکنن و این جایگزینی ناممکن است که یک جای شما تخلیه بکنن، پشتش خالی بکنن که مثلا خارکوف حفظ شما و یک دم زاپاروژیا یا خرسون از دست بره. چرا ذخیره زیر میگیرن برازو میتن. به این ترتیب اوکراین ناگزیر ذخایر نیروی خود از کیف یا مثلا ادیسا خارج میکنه، میبره به خارکوف تا این شکاف پر شود. اما یک بار حمله وقتی که به خود کیف میاد چی میشه؟ باز این وضعیت است که ناظر اوضاع مثل اسکات ریتر متوجهش است. روسا دومین حمله بزرگ خود در منطقه زاپاروژیه آغاز میکنند. در صورت اوکراینی ها در سه جبهه درگیر میشن، جبهه شمال، جنوب و جبهه وسطی، در هر سه شکست میخورن. چرا؟ طریق و نظم و ترتیب تأمینات و تدارکات جنگ به این شکل سال از این میگیره به اون میتر، از اون میگیره به این میتر، ارزش از دست میره. عقب نشینی سری اینها از رودخانه دنیپر به هدف تقویت خط دفاعی جدید صورت میگیره. خب اما انداختن خط دفاعی جدید در وضعیتی که جنگ جریان داره، طرف پیش میه، از امکان به دور است. بنابراین جنرال های اوکراینی با تلفات سرسام‌آور نیروهای تحت فرمانشان روبرو میشن و چی میشن؟ به اون صورت به گونه دیرنگام به صلح تن میدن، او وقت فایده نداره. اسکات ریتر میگه به می خاطر به می دلیل و نشانه ها ما با ارزیابی روسیه که ظرفیت اوکراین برای مقاومت در تابستان ختم میشه موافق هستم. در تابستان ظرفیت تمام میشه و تمام شهرها از دست میره. پیروزی روسیه در اوکراین یعنی شکست قطعی ناتو، شکست اتحادی اروپا و امریکا. اگر ناتو بخواه دخالت مستقیم بکنه، اما حرف اول ماست که قرص سیانور میبله و یا کمی آب بالایش. مارک اسپر وزیر دفاع سابق امریکا یه آدم نسبت به انتصاب بلوسوف به مقام وزارت دفاع یک رقم
و اگه ایتیاد سخن گفته گفته که مهمترین استدلال مسکو است که میره به طرف اقتصاد جنگی. یه آدم اقتصاددان است که وزارت دفاعی را گزینه کردن. 7% تولید ناخالص داخلی در روسیه روی مسائل دفاعی گذاشته شده. وزیر دفاع جدید یعنی طرفدار اینمی نوآوری است در جهت ایجاد ماشین جنگی بر اساس اقتصاد، یا ماشین یا ایجاد ماشین اقتصاد جنگی. این نشان میده جنگ طولانی مدت است. یک قدم مهم جالب توجه است و به زودی تاثیراتش دیده میشه. همچنان بحث اقتصاد آمد، یعنی رهبری اقتصاد روسیه چیزایی داره. مثلا ریشی سوناک صدر اعظم انگلیس به مردم خود اطمینان داد که غرب گاز روسیه را رها نکرده. جالب است آلمان، فرانسه، انگلیس اول بنابرای دستور امریکا گاز روسیه را تحریم کردند. حال میگه که نه، تحریم نیست. ارکستر شبانه روزیشان درباره تحریم روسیه می نواخت. مگر فراموش کردن؟ نه، فراموش نکردن. بحران آمده در اروپا. حال ریشی سوناک میگه که بیپروایی پوتین ما رو به یک خطر هسته‌ای نزدیک کردن. بیپروایی پوتین؟ حال تمام قوات ها دار و ندار، یعنی به اصطلاح اعانه جمع میکنه، پسنداز سهمیه در یک انبار بزرگ سهمیه میگذارید تا همه جمع شد برای به جنگ روسیه. یعنی پس به خطر هسته‌ای جهان کی نزدیکتر کرده؟ هر کس دیگه به حساب خودش میگه درد و مزور است. ایتو آره میگی خطر یکی از خطرناکتر از زمان بحران موشکی کیوبا و در زمان خروشچف. پوتین گاز قطع کرده و این تاثیر مخربی بر زندگی مردم داشته. آل رویشی سونا که گپ میزنن اینا با مردم خود نمیگن که اول ما بودیم که تحریم، یعنی فراخوان عمومی که از طرف واشنگتن داده شد به خاطر تحریم انرژی روسیه، ما او رو عملی کردیم. حال خود ما دستخوش بحران شدیم. این رو نمیگه، اما حال میگه که والا امنیت بخش انرژی ما بسبب خطر افتاده چطور کنیم؟ چطور نکنیم؟ دوباره مراجعه بکنیم، قراردادها رو از سر بگیریم. در دنیا درگیری های بزرگی در جریان است. خطر هم دائمی است. صدها میلیون نفر در سراسر جهان متاثر میشن. ریشی سوناک این تو صدایشان برآمد و در مسکو اون یک اقتصاددان بسیار عجیب و غریب آوردن در وزارت دفاع. امریکا از اوکراین حالی خود چی میخواه مثلا به نظر شما؟ حالی یک مجله امریکایی نوشته کرده که باید واشنگتن بپذیره که کیف سرزمینایی را که در جنگ از دست داده ایر پس گرفته نمیتونه یک خواب خیال است. چی می با مذاکرات تمرکز شوه؟ یعنی شب و روز هم میگه پا میزنن، اما نه، وقتی که از اوکراین بگذرن در نوبت بعدی از چیزهای زیاد دیگه هم باید بگذرن. یک کابوس است. حال کنگره 61 میلیارد دلار تصویب کرده، دوباره بعض علاقات خامتما از پیروزی و اوکراین دوباره گپ میزنن. کاملا خوشبینی ها نابجاست. ای آخرین بسته به اصطلاح بزرگ امریکا به اوکراین است تا یک مقدار زمان خریداری شود تا انتخابات امریکا بگذره. قرار دادن اوکراین در این موقعیت مطلوبتر فقط میتونه به مذاکرات کمک بکنه، نه به بازپسگیری قلمروهای از دست رفته. چرا؟ اوکراین با استحکامات بیخی ناقص است، استحکامات پود است، کمبود نیروها داره، کمبود لوجستیک در کل، کمبود مهمات. اما طرف مقابلش به طور شگفت‌انگیزی
از همه جهات بسیار غنی و در حال قوی شدن است. پس که میبره؟ جمع کنیم که یک چیز است. آل کاخ سفید یک گزینه به اصطلاح پیشنهاد کرده، یا همه یا هیچ. این چی است؟ تصویب میلیاردها دلار بودجه، یعنی یک گزینه دیگه، یا تماشای سقوط اوکراین. کدامش؟ خود این لفاظی مثلا یک پژواک وهمانگیز است که در زمان مثلا جنگ ویتنام و افغانستان هم شنیده شد به اون شکل. در اونجا نتانستن. حالا ببینیم دیگه چی میکنه. اون در جاهایی که مثلا امریکا سرمایه گذاری که در دست رفت، آن خود در اوکراین خود چیز سرمایه گذاری هم نیست. و چی سرمایه گذاری میکنه؟ سر تو یک بستر دریایی که در حال گذر است. این به خاطر این کارا رو میکنن که هیچ رئیس جمهوری در امریکا نمیخواه که مثلا در آینده تاریخ به عنوان مسئول شکست ها در یک مقطع زمان شناخته شود. از جمله بایدن چند ماه که مانده نمیخواه که مسئول شکست باشه. اما سوالات کلیدی به پاسخ است. وقتی که پیروزی غیر ممکنه از امریکا در اوکراین مثلا دنبال چی است؟ این می روی کرده فعلی یک عقب نشین استراتژیک است. این خطر وجود داره که درگیری شکل ابدی رو به خود بگیره. وقتی که با شکل ابدی رو به خود گیره با شکست ختم میشه. امریکا وجه پیروز نمیشه و ضرورت به پیروز شدن نداره. حالا نیازی که دارن به صورت کوتاه مدت است، به تعویق مندازن تا یک مرحله جنگ. در کاخ سفید حالا باید پذیرفته باشن که منافع اوکراین و امریکا یکسان نیست. اینی جاست که امریکا از اینا روی گشتانده. هدف اعلام شده که مثلا اوکراین میگه که ما قلم رو سانتی سانتی اراضی از دست رفته خود ما میگیریم قابل دستیابی، یعنی میگه بر امریکایی که ارزش نداره. او درد اوکراینیست، او درده که خود کردن نه درد است نه درمان. یعنی می تیم غرب زده و اروپایی زده ای که حال در کیف حاکم است، یعنی می کشور خود این می رقم در دان بلا دادن به دستوری که به دستور اونمون ناتو و امریکا. حالا کم کم متوجه میشه منافع ناتو و اوکراین، منافع امریکا و ناتو یکسان نیست و هیچ کس نمیخوام مثلا ریسک درگیری مستقیم با روسیه رو به خاطر اوکراین بپذیره. نه، حتی در اسرائیل میرقم میشه، اسرائیل اعلام میتنه یک وقت باشه. حال زمان تشویق مذاکرات است، خاصتا در تابستانی که کل داستان میگه در حال ختم شدن است. در تابستان میگه ارتش روسیه میگیره. مورد دیگه چی است؟ مورد دیگه در افغانستان، در مرز بین افغانستان و پاکستان با تشنجات سختی آغاز شده. گزارش کم میرسه اما تلفات زیاد است بین ارتش پاکستان و شبکه های طالبان که از طرف طالبان افغانستان اونجا پشتیبانی میشه. یعنی نخستین بخش از تلاش هایی که صورت گرفته از منطقه کاگا پاس در ولسوالی تحصیل ماموند در باجوار، در اونجا بسیار شدید از افغانستان اروپا میرفته داخل پاکستان و خونسا شده پاکستانی ها جلوشه گرفته. درگیری های شدید در منطقه تریمنگل در گذرگاه مرزی خرلاچی و دندپتان هم بین افغانستان و پاکستان صورت گرفته. این ادامه پیدا میکنه. این درگیری ها تازه مزمن شده، تازه داغ شده وقتی که کاملا به سیم لخت و مثلا سیم لخت تبدیل شد. بازو وقتی که جنگ یک شکل دیگه به خود خواهد گرفت.
در داخل مدیریت طالبان در حال فروپاشی است. در ارگو اینا مردم سرکوب کردند. در قندوز یک کسی ویدیو رو خود روان کرده میگه که طالب مکمل زمین ازبکار گرفته روان است، در منطقه مثلا از تقلان. مردم کوی داده میره، از این چیزی هم واهمه نداره. یعنی می طالب امی بیخ، یعنی مثل سر بازوی یک درخت، شاخ یک درخت ششته، خودش ششته، امو درخت عرق کده میره. اینطور است. چی میکنن؟ تمام مردم هم میکشن، 2000 3000 جریب زمین مردم هم میگیرن، خربوزه میکارن. هیچ واهمه هم ندارن که این تبدیل به یک موج آتشین میشه و خود میه سر خود طالبا. یعنی این چیز در تمام مناطق در جریان است. خب حال اعتراض بدخشان سرکوب شد برای فعلا، و این یک چیزی بود و اعتراض بدخشان ریشه دار است. اون مولوی ها رو که تحریک میکردن اون را کلش گرفتن، کلش آوردن در هلیکوپتر بار کردن، آمدن به زندان آوردن. شاید به زندان کابل منتقل شده باشن. دست کم 2 نفر کشته و 22 معترض در قره برلاس هم که بالا کردن آوردن. این آغاز ماجراست و ما شاهد رویای بسیار سخت در بدخشان خواهیم بود، به خاطر اینکه بازی بزرگ جدید به همیاری چندین کشور آغاز شده و چیزای از پاکستان و گزارش های در جریان است که فعلا ما جزئیاتش را تکمیل نکردیم، که ممکن است یک خیزی باشه به طرف بدخشان. و خبر آخر در باره افغانستان است که ایران و هند قرارداد 10 سالی در مورد چابهار امضا کردن و این میتونه اقتصاد پاکستان رو خراب بکنه. هند میلیون ها دلار دیگه سرمایه گذاری کرده، میخواهند که ایران، آسیای مرکزی و روسیه را از طریق رای آهن به اقیانوس هند وصل بکنن. خب از این بسیار که افغانستان در میان است وقتی که بحث آسیای مرکزی در میان است، و اساسا اینجا دیگه از رونق انداختن مسیرهای بازرگانی پاکستان آغاز میشه و این خطر است برای امنیت ملی پاکستان، و همین موضوع ممکن است جنگ ها را شدت بیشتر ببخشد.